چند وقت پیش یه نظرسنجی پیتزایی برگزار کردم و خیلی ازم پرسیدن چطوری پیتزای خونگی درست کنیم که طعم فست‌فودیا رو بده ولی حرفه‌ای و سالم باشه. منم قول دادم آموزشش رو بذارم و نتیجه شد این ویدیو. پس یادتون نره که مثل همیشه اول این ویدیو لایک کنین و اگه تازه منو میبینین سابسکرایب کنین و بریم سراغش. اول از همه میخوام درباره دو تا نوع آردی صحبت بکنم که هم توی ایران زیاد پیدا میشه هم توی خارج از ایران، یعنی هر جای دنیا باشین این دو تا آرد خیلی زیاده. اولین آردی که میخوام بهتون نشون بدم آرد نونوایی ایرانه که اگر برین توی نونوایی و نون دولتی بخرین به قیمت 800 یا 1000 تومان اون نونو دقیقاً با همین آرد پختن که آرد دو صفر بهش میگن و کمی سنگینه. اینم آرد 3-0 یا 4-0 زرماکارونه که حالا بحث برندش نیست، فقط میخوام بهتون نشون بدم که تفاوتاش چطوریه. با این آرد وقتی پیتزا میپزین حاشیه نون و اینها خیلی برشته و خوشگل میشه، فانتزی تر میشه پوک آردش و فقط خوشگل میکنه. حالا اینو بازشو دارم اینجا بهتون نشون میدم تفاوتش چیه. نگاه کنید خودتون وقتی بذارین کنار هم قشنگ متوجه میشین این آرد کاملا سفیده، این زرده. این آرد وقتی دو دستتون محکم فشار میدین حالت پوکتری داره، ولی خب این آرد وقتی دو دستتون فشار میدین کاملا جمع میشه، تیکه تیکه میشه و مطمئنا آرد سنگین تری. حالا میخوام با این دوتا براتون دوتا پیتزا بپزم، هم از این آرد بپزم هم از این آرد، و بهتون یاد بدم که چطوری توی خونه اگر یک نفر یا دو نفر هستین و میخواین یه دونه پیتزا درست کنین چند گرم و معادلش چقدر از این لیوان استفاده کنین. اگر ترازو ندارین از لیوان استفاده کنین و اگر ترازو دارین مقدار دقیق گرمش هم بهتون میگم. برای اندازه گیری مواد اولیه از این لیوان ها استفاده میکنم که هممون داریم، چون توی خانواده ایرانی معمولا یه نفر هست که چایشو لیوانی میخوره، چه توی کوچه پس کوچه های ولینگتون نیوزیلند باشه یا توی جیبوتی شاخ آفریقا. لیوانو میذارم روی ترازو و وزن لیوانو صرف میکنم، داخلش تا نصف آب میریزم و روی ترازو عدد 100 گرم ظاهر میشه، یعنی نصف لیوان میشه 100 گرم آب و این مقدار برای درست کردن یک دونه پیتزا کافی و آب باید حتما ولرم باشه. برای اندازه گیری آرد لیوانو میزنم توی ظرف آرد. دقت کنین که آردو به زور توی لیوان فشار نمیدم. وقتی هم میزنم روی ترازو وزنش بین 150 تا 160 گرمه. اینم دقت کنین که مقدار رطوبت پذیری آردها با هم متفاوته و ممکنه یه مقدار آب بیشتر استفاده کنیم. آبو میریزم توی ظرف و مایع خمیر اضافه میکنم. مقدارها رو براتون نوشتم. بعدش شکر هم میزنم. دیگه نیازی نیست بهش زمان بدیم. یه الک میذارم و اون یه لیوان آرد اضافه میکنم. همینجا نمکم اضافه میکنم و هم میزنم. خب قاشقو میذارم کنار و با دست میرم سراغش. اول اطراف ظرفمو تمیز میکنم و 5-6 دقیقه به همین شکلی که میبینین ورز میدم. ورز دادن خمیر اصلا کار سختی نیست و زمان زیادی هم نمیخواد. همین که خمیر این شکلی یک دست شد کفایت میکنه. یه دونه چونه میگیرم و دستمو آغشته میکنم به روغن. همینطور اطراف خمیر و توی ظرفمو. روش تلفن میکشم که رطوبتش حفظ بشه و پارچه میکشم که بهش نور نخوره. اینم خمیر دومیه که با آرد 3-0 یا 4-0 داریم درست میکنیم، دقیقا به همون شیوه قبلی. بعد از الک کردن آرد و هم زدن نمکم اضافه میکنم که یادم رفت و ورز میدم. نگاه کنین خمیر چه قشنگ یک دست شده. دوباره روغن، یه دونه چونه میگیرم و میذارم بره پیش اون خمیر دیگه 1 تا 2 ساعت استراحت کنه. برای درست کردن سس کف پیتزا چند تا دونه گوجه رو با رنده درشت رنده میکنم. این کار هم باعث میشه که پوست گوجه جدا بشه، همین که گوجه خیلی پوره نشه و آب زیاد پس نده. بعد از گوجه ها یه دونه پیاز درشت رو از وسط بدون که تهش رو برش بدم نصف میکنم. نصف پیاز کافیه. چند تا برش افقی میدم و چند تا عمودی. همینجوری که میبینین براحتی نگینی ریز میشه. بعد از پیاز 2 حبه سیر ساتوریش میکنم و
ادامهش رو بریم روی اجاق گاز. توی تابه روغن میریزم، داغ که شد یه پیاز داغ خوش رنگ درست میکنم. حالا سیر رو اضافه میکنم و بعد از 3-4 دقیقه پوره گوجه. حرارت زیر تابه رو زیاد میکنم و بهش فرصت میدم. بعد از 4-5 دقیقه نمک میزنم و فلفل سیاه. آبش که کشیده شد زیرش رو خاموش میکنم و ریحون تازه بهش اضافه میکنم. میذارم تا سرد بشه. به به، عجب سوزی شد. بریم مواد تاپینگ پیتزا رو خرد کنیم. برای اسلایس کردن قارچ از این طرف برش میدم و از همون سمت میذارم روی تخته کار. اینجوری به راحتی تا آخر اسلایسی میشه. بعد از اون فلفل دلمه ای، ژامبون گوشت و ژامبون مرغ یا هر چیزی که دوست دارین استفاده کنید. یه نکته مهم و قبل از همه چی بهتون بگم این که حتماً یه رو قبل از این که میخواییم بپزین پیتزا رو روشنش کنین و بذارین روی بیشترین حرارتی که داره. من اینجا روی 200 درجه گرمش کردم و بعد از این میذارم روی 240 یا 260 درجه که ماکسیموم حرارت فرگازمه و میخواییم تو حرارت زیاد بپزیم. بعد از 1 ساعت و نیم میرم سراغ خمیرا. همونطور که میبینین حجمش 2-3 برابر شده که نشون دهنده این خمیر آماده است. یه دونه چونه میگیرم و میذارم توی ظرفی که آرد داره. میخوام همه اطرافش آغشته بشه به آرد. قالب پیتزا رو میارم و دوباره زیر و روی خمیرم آرد میپاشم که نچسبه. با دستام شروع میکنم به پهن کردن خمیر. اینکه خمیر رو چطوری پهن کنین اصلا مهم نیست و حساسیت به خرج ندین، چون گرد بودن پیتزا باعث خوشمزگیش نمیشه. با چنگال چند تا حفره ایجاد میکنم و 2 قاشق غذاخوری از سس میریزم. به به، چه سسیه، جون میده باهاش املت درست کنی. روی سس پنیر پیتزایی که سرده، پنیر نباید یخ زده باشه، و بعد از اون تکه های پپرونی. چند تا واشرم میذارم برای خوشگلی و فلفل دلمه ای. برای اینکه پپرونی خشک نشن روشون یه مقدار روغن میزنم. آماده است. اینم خمیر دومی که با آرد 3-0 درستش کردیم. این دفعه خمیر رو جوری پهن میکنم که یه مقداری لبه داشته باشه. به قول خارجی ها کراس داشته باشه. دوباره 2 قاشق سس. این سس از سس کچاپ خیلی بهتره ها. یه کوچولو پنیر میریزم و یک طرف ژامبون مرغ. این طرف دیگه ژامبون گوشت. تکه های قارچ، اگر میخواین قارچ زیاد اضافه کنین حتما قبلش تفتش بدین. دوباره یه عالمه پنیر. باز هم واشر و فلفل دلمه ای. چند تا قارچ هم برای تزیینش. در نهایت یادتون نره که حتما آویشن پود شده بزنین و هر جفت پیتزا رو بذارین توی فری که کاملا داغ شده. به مدت 10-12 دقیقه و 3 دقیقه آخر کارم حتما شعله بالا روشن کنیم که کاملا این شکلی برشته بشه. همیشه پیتزا رو تا داغه برش بدین که بعد از سرد شدن وقتی تکه های پیتزا رو برمیدارین قشنگ کش بیاد و نماش هم خوشگل باشه. البته کش اومدن پیتزا مهم نیست، مهم اینه که طعم خوبی بهمون بده. دقیقا مثل همین پیتزایی که درست کردم. به به، چی شد؟ یعنی به نظر خودم یکی از بهترین پیتزاییه که تا الان پختم. هم خمیرش آسون درجه که و هم طعمش خیلی معرکه است. این پپرونی هم روغن که زدیم روش خشک نشد بعد از پخت. حتما امتحانش کنیم. چجوری میفهم یه پیتزا خوب شده؟ خب باید داخل خمیرش نرم باشه، نه اینکه نپخته باشه، نرم باشه و روش خشک باشه، برشته باشه. نگاه کنیم، دقیقا این شکلی. در پایان خودم از طعمش هنگ کردم و جاتون حسابی سبز. و یادتون نره که این ویدیو رو حتما لایک کنید.